سرخط خبرها. شورای امنیت ملی: طالبان در سال گذشته 28 عالم دینی را کشتند. اشرف غنی: هیچ کس فکر نکند که ما استعفا می دهیم. کشته شدن دو فرد مهم ملا برادر و عباس استانکزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یک زیگر از ویدیو های این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم برای حمایت از ما کافی از ویدیو را لایک کنید. اشرف غنی: هیچ کس فکر نکند که ما استعفا میدهیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که هیچ کس نباید فکر کند زعامت افغانستان استعفا میدهد. و گزارش اسپوتنیک، آقای غنی که در مراسم معرفی چارچوب نقشه رای سال صحبت میکرد، گفته است که کسی نباید تصور کند رئیس جمهور و مامورانش استعفا میدهند. آقای غنی تصریح کرد هیچ کس فکر نکند که زعامت افغانستان، مامون صاحب اول ریاست جمهوری، مامون صاحب دوم ریاست جمهوری و رئیس جمهور منتخبتان استعفا میکند یا تن به یک معاهده سنگین میدهد. آقای غنی انتخابات را تنها رای تسلیم دهی قدرت در افغانستان خوان، انتخابات را پیش بیاورید و زودترین فرصت که به صورت مشروع بر اساس اراده مردم ما اقتدار ملی را تحویل بدهیم. به زودی 63 سال در استانبول با حضور دولت و سیاسیون افغانستان، طالبان و جامعه جهانی در مورد صلح افغانستان برگزار خواهد شد. همچنان اشرف غنی: حالا زمان آن است که کسی برای افغانستان طرح بنویسد. رئیس جمهور غنی همچنان هشدار می‌دهد که استقلال افغانستان با خطر مداخله همیشگی برخی از کشورها و نهادها روبرو است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولونیوس، رئیس جمهور غنی میگوید که تمامی آمادگی ها برای اشتراک در نشست ترکیه گرفته شدند، اما هشدار میدهد که اکنون زمان آن نیست که کسی برای افغانستان طرح بنویسد. آقای غنی تاکید میورزد که نه از مقامش کنار میرود و نه هم به یک معاهده سنگین تن میدهد. او افزود: حالا وقت آن نیست که کسی برای ما طرح بنویسد و بگوید که این بیانات را بخوان. هیچ کس فکر این را نکند که زعامت افغانستان استعفا میکند یا تن به یک معاهده سنگین میدهد. شورای امنیت ملی: طالبان در سال گذشته 28 عالم دینی را کشتند. شورای امنیت ملی میگوید طالبان طی یک سال اخیر در 14 ولایت 28 عالم دینی را کشتند. این شورا پنجشنبه 19 مل با اعلام این آمار گفت که در نشست کمیته مسئولیت علما درباره عوامل ترور و جلوگیری از ترور علمان دینی صحبت شده است. عالمان دینی در جمع قربانیان ترورهای هدفمند هستند که اخیراً به شدت افزایش یافته و حکومت طالبان را مسئول این ترورها می دانند. طبق خبرنامه شورای امنیت ملی، طالبان همچنان در ولایت لوگر و ولسوالی غوربند پروان مدرسه های دینی را مسدود کردند. شورای امنیت ملی افزود که در ولایت های سرپل، جوزجان و بادغیس بر مدارس رسمی دینی تهدیدها افزایش یافته و طالبان می خواهند مدارس رسمی دینی را با تهدید ببندند. در اعلامیه شورای امنیت ملی گفته که در نشست امروز کمیته مسئولیت علما، مشکلات نصف و اسناد مدرسه های ثبت نشده برخی تصمیم های لازمه به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و شمار دیگر از مسائل بحث و صحبت شده است. کشته شدن دو مقام طالبان در میدان وردک. وزارت دفاع ملی میگوید که در نتیجه حمله هوای نیروهای امنیتی، مولوی حکمت الله سباون، ولسوال خودخوانده طالبان و سید خاق طارق، مامون استخبارات این گروه، برای ولسوالی چختوی میدان وردک کشته شده است. این وزارت پنجشنبه 19 مل در اعلامیه گفته است که در این حملات یک مخفیگاه طالبان در سایه امرخیل ولسوالی چختوی میدان وردک هدف قرار گرفته است. وزارت دفاع افزوده است که در این حملات 4 عضو دیگر این گروه نیز کشته شدند. همچنین وزارت دفاع گفته است که در این حملات مقدار زیاد از اسلحه و مهمات طالبان از بین برده شده است. گروه طالبان تا اکنون در این زمینه چیز نگفته است. میدان وردک از ولایت های همسرحد با کابل است که گروه طالبان در برخی از مناطق آن فعالیت دارند. انتخابات زودهنگام: پایان غنی، بقای نظام جمهوری. علی موسوی، تحلیل از خبرگزاری افاق. اشرف غنی رئیس جمهوری بارها از تلاش‌های صلح آمریکا و برگزاری نشست صلح در استانبول استقبال کرده، اما گفته است
که به هیچ صورت ایجاد دولت موقت را نمیپذیرد و تنها حاضر است قدرت را به یک دولت منتخب انتقال دهد. او در نشست قلب آسیا در شهر دوشنبه هم بار دیگر تاکید کرد که تا زنده است اجازه تشکیل دولت موقت را نخواهد داد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی او اخیرا گفت که دولت حاضر است در جریان 3 تا 6 ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. و آقای غنی قبلا گفته که او در این انتخابات نامزد نخواهد بود. او تاکید کرد که دولت افغانستان یک دولت منتخب است و تنها در صورت یک انتخابات دیگر می تواند قدرت را به یک دولت جدید منتقل کند. به نظر می رسد که آقای غنی و مشاوران او با این بازی تازه زیر نام انتخابات بدون حضور رئیس جمهوری کنونی با هوشمندی توپ را به زمین آمریکا و اروپا و سازمان ملل متحد انداختند. تا اکنون هیچ گونه حمایت روشن از طرح جدید دولت آقای غنی از سوی قدرت های خارجی به ویژه غربی ها به عمل نیامده و دلیل آن هم این است که این طرح عملا در تقابل با طرح آمریکا قرار دارد که در آن تشکیل دولت موقت یا انتقالی محور اصلی هر گونه تغییر سیاسی برای دست یافتن به صلح است و برگزاری انتخابات حتی اگر وجود داشته باشد اولویت اول نیست و در مراحل بعدی قرار دارد و البته برگزاری آن نیز با توجه به اینکه صلح با طالبان صورت می گیرد و طالبان هم اصل انتخابات را از بنیاد قبول ندارند مشخص نیست که اصولا عملیات خواهد شد یا نه. با این همه به نظر می رسد که هر طرح صلح مبنی بر انتخابات خود را به گونه سامان داده که رد کردن آن از جانب قدرت های غربی و آمریکا نه تنها دشوار است بلکه هزینه هم داشته باشد. با این توضیح که در این طرح هسته مرکزی گفتمان دموکراسی را نشانه رفته و به نحو غرب با ارزش های مورد ادعای خودش به چالش کشیده است، به ویژه در معادله یا به تعبیر بهتر معامله‌ای که یک طرف آن طالبان هستند، گروهی که رسانه های غربی آن از آن همواره تصویر زش و سیاه و خشن و وحشتناک به افکار عمومی ارائه کردند که بزرگترین دشمن گفتمان دموکراسی به مثابه نماد مقدس تمدن غرب است. با این حساب اروپا و آمریکا چگونه می تواند در حرارت کنند که با استفاده از ارزش‌های گفتمان خودشان سازماندهی شده است؟ مسئله مهم دیگر شخص اشرف غنی است. پیش از این تحلیلگران پرشمار تصور می کردند که غنی انتخابات را به منظور بقای خودش در قدرت مورد سوء استفاده قرار می دهد و جمهوریت نیز پوشش برای همین هدف است. اما ارگ با اعلام اینکه غنی نامزد انتخابات زود هنگام نیست، این برداشت را هم به اعتبار نشان داد و کار اروپا و آمریکا و سازمان ملل برای رد این طرح را سخت تر کرد. اکنون محور مرکزی طرح صلح ارگ را حفظ نظام جمهوری یا اصل نظام جمهوریت نظام تشکیل می دهد که قانون اساسی و ارزش های آن در بخش از آن محسوب می شود و در آن انتخابات تنها مسیر مشروع برای انتقال قدرت تعریف شده است. به این ترتیب آمریکا و غرب در نشست استانبول باید تصمیم بگیرند که به نظام اسلامی طالبان رأی می دهد یا جمهوریت مورد طرح اشرف غنی را برمی گزینند.